أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا وبعد. بیننده ها و شنونده های عزیز تلویزیون چراغ و علاقمندان برنامه افطاری سفره بهشت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که هفتمین روز ماه مبارک رمضان را تا این دم به خیر و خوبی سپری کرده باشین. از الله متعال استدعا می نمایم که ایام باقی مانده این ماه را هم به خیر و عافیت سپری کنین و به برکت ایام ماه مبارک رمضان خدا متعال صلح و آرامش دائمی را در کشور ما شما قایم و دائم بگرداند. باز هم خوشحال هستم که محمد فیصل فرمان با تقدیمی که دیگر از برنامه های افطاری سفره بهشت در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امیدوار هستم که تا پایان برنامه همراهی من کنید و از داشته های برنامه و بخش های مختلف برنامه استفاده کنید. خوب دوستای عزیز، در قسمت ابتدایی برنامه قرار داریم. خوب است که برای آیات چند از کلام الله مجید با هم یک جا بشنیم که خوشبختانه امروز در برنامه با خود خواهر عزیز ما قاری صاحب زحل اسلمی را داریم و صدایشان آیات چند از کلام الله مجید را میشنیم. ادامه برنامه را بیننده باشید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عزیز ما که به صدای زیبایشان آیت چند تشکر اظهار شکران و سپاس از خواهر عزیز می
تشکر، اظهار شکران و سپاس از خواهر عزیز ما که آیت چند از کلام الله مجید را با صدای زیبایشان تلاوت کردن. خدا متعال انشاءالله که موفقیت های مزید نصیبشان بگرداند. خب دوستان عزیز، در قسمت از برنامه خوشبختانه که امروز باز هم یک تن از عالمای دین رو با خود داریم، محترم شیخ عبدالرحیم ایوبی، کارشناس علوم دینی، را امروز در برنامه با خود داریم. استاد سلام بر شما، تشکر از به برنامه حضور یافتین، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات، تشکر از شما. بخیر باشین. خب دوستان عزیز، موضوع مورد بحث امروز با جناب استاد در رابطه به انفاق و صدقات در اسلام است. استاد، در مجموع یک عنوان بسیار جامع است، ولی امیدوار هستم که در برنامه بتونیم نکات مهم و ارزشمندش خدمت دوستان عزیز تقدیم کنیم. در ابتدا اگر با بینندگان ما ایرا شریک بسازین که انفاق یا صدقه فی سبیل الله کدام صدقه را میگوید؟ الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تشكر السؤال شما جوان عزيز و تشكر میکنم از کارکنان برنامه تلویزیون چراغ. تشکر. الله مطال در حسناتتان بیفزه که برنامه دینی رو رق میده و سر برنامه دینی به خاطر آگاهی ملتتان کار میکنین، موفق و شاد باشین. تشکر. سوال بسیار زیبا کردی. آیت قرآن کریم در ارتباط ازی و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم زیادتر است، اما مستقیما بهترین صدقه مو صدقه است که قرآن کریم او را میفرماید که در آیه مبارکه که تلاوت کردم فی سبیل الله باشه، یعنی خالی از ریا باشه، خالی از خودنمایی باشه، خالی از خود صفتی باشه، خالی ازی باشه که مصدق یا صدقه کننده کسی را اذیت کنه، عذاب کنه، فقط به خاطر رضای الله بده. که ما حدیثی داریم که نبی علیه السلام میفرماید که 7 نفر به روز قیامت زیر سایه عرش پروردگار است، از جمله 7 نفر رجل تصدق به صدقه، مردی است که صدقه میکنه و صدقه کردن امرای دست راستش میتد تا دست چپش خبر نمیشه. یعنی بهترین صدقه امین است که فقط به اهلش، به اهل صدقه را پیدا کنی، مستحق صدقه را، فقط نیتت خاص به خاطر رضای الله و تقرب به پروردگار باشه، امین صدقه فی سبیل الله گفته میشه که از منت تا آزار، اذیت، ریا در مجموع پاک باشه. پاک باشه. بله. خب استاد، اگرچه که صدقات یا انفاق فی سبیل الله خب وقت مشخص نداره، اما وقت انسان میتونه صدقه کنه، ولی چرا در ماه مبارک رمضان تاکید بیشتر میشد که شما در راه الله صدقه کن، در راه الله صدقه کن؟ ما حدیث داریم چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم به ارتباط نماز تراویح که اهمیت و فضیلت جایگاه تراویح زیاد است در رمضان، خودش یک سنت است، یک عمل مستحب بودنش است بنا به نظرات علما، مگر حتی به درجه فرض الله اله ثواب و فضیلت میده. و در ماه مبارک رمضان نسبت به دیگر اوقات صدقات نفلی به درجه فرض به درگاه پروردگار قبول و مقبول است. و نبی علیه السلام امت را تشویق کرده است که شما صدقاتتان زیادتر در ماه مبارک رمضان به خاطر میکنین که مثل که یک فرض از گردن تدا کنید، چقدر فضیلت و عظمت داره، به همی اندازه به پروردگار انسان تقرب و نزدیکی حاصل میکنه انسان، و الله دوست داره او صدقه ای که در ماه رمضان دیگه، ای که ماه رمضان به حدیث ماه مواسات معرفی کرده. نبی علیه السلام میگه ماه مبارک رمضان ماه مواسات، ماه همدردی است. بهترین وقتی است که ما صدقات را داریم و از یک طرف فضیلت زیادتر است، ثواب زیادتر است، از دیگر طرف همدردی با فقرا و مساکین است، از دیگر ثواب و فضیلت زیادتر است، حتی به درجه فرض، حتی چند برابر نسبت به می آیه مبارک. انشاءالله آیت توضیحات میدیم که چند صد برابر ثواب و فضیلت دارد. بله، آیت را که شما در ابتدا تلاوت کن دقیقا در مورد صدقه و انفاق است. بله، آیه مبارکه سبب نزولش در ارتباط از حضرت عثمان و عبدالرحمن ابن عوف صاحب است. حضرت عثمان و عبدالرحمن ابن عوف صاحب اینا صدقه ای که در راه الله کردن در یکی از غزوات به نام غزوه تبوک است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم خواستار صدقات شد. عبدالرحمن ابن عوف صاحب به خانهشون تشریف بردن، 8000 درهم داشتن به خانهش. از مجموعه 8000 درهم پول و پیسه که از خانوادهش بود، 4000 درهم به خود میگیره و میاره به نبی علیه السلام تقدیم میکند که یا رسول الله، 4000 به خانواده خود حفظ کردم و 4000 به این غزوه صدقه شود. واقعا من این را به تفاصیل مطالعه کردم، خیلی همونتو قلب و دلم بسیار زیاد متوجه شد که ما امروز بسیار سرمایه دارا داریم، بسیار پیسه دارا داریم، بسیار ملتی داریم که در ملت
از بسیار نان زیادش به تکلیف است، اما بسیار مردم فقیر و مشکل دارد. اونا در راه جهاد مال خود میانن صدقه میکنن. و عبد الرحمن بن عوف پسر امیت نبی علیه الصلاه و السلام در حقش دعا میکنه که پروردگارا در مال عبد الرحمن خیر و برکت بیفزا. واقعا خیر و برکت در صدقات امی است که در راه الله بتی افزوده می شود. باز حضرت عثمان صاحب آمد گفت کسانی که به جهاد میرن برن، کسایی که موقعی است تمیل موقعی که در اینجا می پایه بی سرپرست کل مسئولیت شما می گیرم. باز آیت بعدی هم در ارتباط حضرت عثمان صاحب نازل می شود. بر یکی از غزوات حضرت عثمان صاحب غزوه معاصر او را گفته می شود. معاصر یعنی بسیار تنگ دستی، به هیچ چیزی نبوده در او غزوه، پول و پیسه نبوده که تو غصب نبی علیه السلام بسیار به تنگ دستی به سر می برده و صحابه کرام رضی الله عنهم بسیار زیاد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آمد به دامن پیامبر اسلام 1000 درهم انداخت، درهم آورد، 1000 درهم در دامن پیامبر اسلام انداخت. گفت یا رسول الله این آوردیم فقط فی سبیل الله در راه الله است، هیچ دیگه هدفی ندارم، هیچ هدفم نیست، فقط رضای الله، رضای پروردگار را به کار دارم. واقعا چه مردم، چه عجیب و غریب، چه مؤمنینی بودین. واقعا الله به او سرمایه دارایی که به او سرمایه داده است لذت او هم میبرند که در راه الله خرج کنند. بله. لذت سرمایه داری دی نیست که من بلند منزل دارم، قصر دارم، تعمیر دارم، محترا دارم. لذت سرمایه داری ای است که دست فقرا را بگیری، در راه الله خرج کنی، در راه دین خرج بکنی. حضرت عثمان صاحب پنداخت، میگه نبی علیه السلام این را گرفت و نبی علیه السلام بسیار خوشحال شد. خیلی برای من امی بحث مطالعه داشتم، خیلی سرم سخت تمام شد. بله. که ای کاش که ما از جمله تو مردمایی باشیم که در حق ما دعای خیر شود. نبی علیه السلام به پروردگار دعا کردن، گفت یا الله، یا الله از حضرت عثمان تو راضی باشی که من راضی استم. بله. از حضرت عثمان تو راضی باشی که من راضی استم. حضرت عثمان خداوند پیامبر اسلام دعا میکنه که یا الله دمان عثمان خیر و برکت پرتی. واقعا آنقدر خیر و برکت در مال حضرت عثمان میفته به نهایت. لذت مالداری و دنیاداری دیست که در راه الله خرج کنیم، پس عوضش الله برای ما میته. ما این که در راه الله خرج کردیم، الله عوض از این برای ما داد. ایجا لذت است که از مال ما فقیر استفاده کنه، مسکین استفاده کنه. به همین ماه مبارک رمضان داریم، از همین تلویزیون شما ما یک خواستار میشم از کل ملت، از کل سرمایه دارا، از کل وزرا، از کل وکلا، از کل کسایی که کسب کار هستند، اگر واقعا ایمان به پروردگار داری 12 رقم گزار سر دسترخانتان میچینی. اما ما معلومات دارم کسی را که نان خوش کرده کن کنار دسترخان نان خوش که میمونه با او. بله. حتی چیز روغنی نداره در دیگش پرته، حتی بوره نداره که گلاس خود شیرین بکنه. ما برای شما سرمایه دارا و وزرا و وکلا و بزرگای از این ملت میگیم که بیاین دست فقرا رو بگیریم. بیاین که ما ماه مواسات است، با او غذای 15 رقم و 16 رقم و 7 رقم و 8 رقم اکتفا کنیم، 3 رقم غذا را. ما از نبی علیه السلام که در صحابه بالا نیستیم، یک دانه خرما با یک گلاس و روزه را افطار کردیم. آیا ما به او شکمی که بخوریم، حدیث مبارک از رسول خدا میفرماید آیا همسایه که شکمش پر شوه سیر شوه بخوابه و همسایش در پلیس گوش نباشه، شما چه فکر میکنید؟ آیا او مسلمان است؟ آیا او ایمان است؟ حتی خوفی از که آیا او ایمان داره یا نداره. واقعا بحث صدقات خیلی بزرگ است، خیلی شیرین است، خیلی جالب است، خیلی زیباست. ای کاش که ما این رو درک کنیم، بفهمیم حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن به می آیت و آیت های بعدی آیت مبارکه در ارتباط شان ازیا نازل شده است. اگر اجازه باشه سر آیت بحث بکنم. تشکر کمی. استاد انشاءالله که ادامه صحبت ها را بعد از یک وقفه کوتاه ادامه میدیم. شما بیننده و شنونده برنامه افطاری سفره بهشت از تلویزیون چراغ هستید. دوستان عزیز، هفتمین روز ماه مبارک رمضان است، در دقایق پایانیش قرار داریم. طاعات عبادات همه ما شما انشاءالله که قبول درگاه حق باشد. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. در این قسمتی از برنامه حاجی صاحب نور محمد را با خود داریم و به صدای زیبایشان یک نعتیه زیبا را میشنویم.
بعد از ان شاء الله که جناب استاد صحبت هاشون ادامه میتن. بفرمایید آقا. هر سول گرم آیتی قرآن به زبان ماهی رمضان در طاعت یزدان همگی پیر و جوان ماهی رمضان ارسون گرم آیت قرآن به زبان ماهی رمضان در طاعت یزدان همگی پیر و جوان ماهی رمضان ای دوست بخوان آیت قرآن و قرآن رو رو بجمال ای دوست بخوان آیت قرآن و قرآن رو رو بجمال فیض دو جهان در دل این ما نگاند ماهی رمضان فیض دو جهان در دل این ما نگاند ماهی رمضان سیپاره قرآن در این ما نزول شد از بر رسول شد سیپاره قرآن در این ما نزول شد از بر رسول شد ای دل بخوان آیت قرآن و قرآن رو رو بجمال چشم خود باز نما نور خدا بی با صدق و صفا بی چشم خود باز نما نور خدا بی واسط خصفا بین غافل نشوی بنده که انگام آلت ماهی رمضان در ختم ترابی براو بنده مسکین دوری مکن از دین در ختم و ترابی براو بنده مسکین دوری مکن از دین بر خالق خود شهدن ماتا که تواند ماهی رمضان بر خالق خوش آمدن ما تا که تواند ماهی رمضان یا رب تو کریمی و بخشا با کرامت مگذار ملامت یا رب تو کریمی بخشا بکرامت مگذار ملامت هزاران درود هزاران سلام زما بر محمد علیه صلات و سلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. به به چه زیبا
امیدوار استم که شما هم لذت برده باشین. دوستان عزیز تشکر میکنم از حضور حاجی صاحب نور محمد که در برنامه حضور پیدا کردن. خدا متعال انشاءالله کمر طولانی و باعثت نصیبشان بگردن. تشکر. خب دوستان عزیز برمیگردیم به ادامه بحث خود با جناب استاد. استاد قبل از وقفه شما یک مقدار در رابطه به شأن نزول آیاتی که در رابطه به انفاق و صدقات نازل شده بود صحبت کردین. حالا شاید یک سوال در ذهن اغنیا یا ثروتمندا می باشد که چرا ما باید صدقه بپردازیم؟ یعنی امی فلسفه دادن صدقه در اسلام چی است؟ چرا باید کسی یک فقیر و کمک یک فقیر و مسکین کمک کند؟ انسان دلش می خواد که هیچ نکند. دلیل از اینکه باید کند چی است؟ جدا از اینکه امر خدا متعال است، این فلسفه انسانی وجودی از چی است؟ یکی خب بخش زکات است که او حق فقرا و مساکین بالایشان است. اگر خوش باشند خفه باشند او را باید بپردازند. او را خوش باشند خفه باشند بپردازند. فرض از گردنشان این را میگذاریم. انشاءالله به بحث زکات با سریزی بحث میکنیم. دوم خود انفاق صدقه فلسفه چیز تقرب به پروردگار است. تقرب به پروردگار، نزدیکی به الله، محبت با الله، دوستی با پروردگار و به دست آوردن دل بنده خدا که او در سرزمین خدا که زندگی میکنه و خوشحال میشود که این تو مردمی است که دست مرا میگیره، من تنها نیستم. ام به پروردگار شکر گذار میشه و بنده ام در حق ازی دعا میکنه. فلسفه اساسی شمیست که تقرب حاصل کردن به پروردگار. بخواییم به الله برسیم یک از راه رسیدن شمیست. راه رسیدن به پروردگار و نزدیکی به خداوند فقط توسط صدقات است، توسط نمازهای نفل است. و این صدقاتی که میکنه این نادیده نگره. اینجا قرآن کریم میگو که حتی تشمیش کرده است برای یک کشاورز. مثلا میگه کشاورز یک دانه گندم را به زمین زرع می کند، این کشاورز این را به زمین زرع کرد، امید داره که این هفت خوشه می رویانه. هفت خوشه از این هر کدام خوشه 100 دانه می گیره. این چند صد میشه؟ 700 چند. اما آیت به این اتفاق نکرده 700 چندش حتمی است. والله یضاعف لمن یشاء. اگر یادم اخلاص داشته باشه به خاطر امید تقرب پروردگار کرده باشه میگو یک را به 700,000 میرسه. یعنی به 700,000 برابر صدقه میرسه. این گپ نادیده نگیره. ما ضرورت داریم به آخرت ما، به خانه قبر ما، به مردن ما، به روز قیامت ما. این چیزایی که الله از ما خواسته از الله به این نیاز نداره. ما نیاز داریم که سبب نجات ما، سبب نزدیکی ما به خالق ما و سبب دخول جنت ما همین صدقات میشه. تشکر استاد. بیشتر شأن نزول آیات در مورد عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان رضی الله عنه شما ایر اشاره کردین. حالا مشکلی نیست که شاید او زمان اونا ثروت داشتن، ولی فعلا افرادی است که بیشتر از اونا شاید اگه دی زمان مقایسه کنید ثروتمند باشن. این طور کسای شاید در شهر کابل زندگی میکنن که میتونن در رمضان 100,000 خانواده رو کمک کنن، ولی نمیکنن یا نمیخوان یا خدا متعال توفیق برشان نداده. چی کنیم که همون صفات عبدالرحمن ابن عوف و حضرت عثمان که شاگردای رسول الله صلی الله علیه و آله در وجود ما بیاد تا مو توفیق خدا به ما هم نصیب کند؟ تثبیت ایمان و عقیده بکنیم. بله. اونا باور داشتن، اونا شک نداشتن، اونا تصدیق داشتن ایمان به پروردگار و به آنچه که قرآن دستور میداد دفعتا عمل میکردن که ما از اهل قرآن شویم. و دیگه ای که لذت ایمان را او وقت میچشی که تو برای الله قربانی بدی، برای الله صدقات بکنی، خیرات بکنی. بی اموالکم و انفسکم. امو که میگو فضل الله المجاهدین بی علی القاعدین درجه. در چندین جاهای دیگه چرا او را درجه داده است؟ ما را چرا نداده؟ اونا امو ایمانداری خود را تثبیت کردن. دم آخرین قله ایمانداری خود ترجیح دادن که آخرت بهتر است نه دنیا. عبدالرحمن ابن عوف و سیدت عثمان رضی الله تعالی عنهم از جمله ایماندارای واقعی به پیغمبر بودند که اتا مواصفات حضرت عثمان کان حیا بوده که پیغمبر معرفیش میکنه، اما قطعا به مال دنیا مقام دنیا دل بسته نکرده بودند. این مردم ما تجار ما میکنن، اما آنچه که لذت ببرن تا لذت برده باشن از صدقات و خیرات این نتانستین. ایماندار کامل و واقعی امو است که به پروردگار ایمان داشته باشه و به روز آخرت که اینمی صدقات ما سبب نجاتم میشه. وقتی که این در عقیده و ایمانداری از این حب خدا، حب رسول الله، حب صحابه، حب قرآن، حب آخرت جای بگیره، این کل مال خدا در راه الله صدقه میکنه. حتی در مسابقه حضرت ابوبکر و حضرت عمر ما میبینیم که در صدقات مسابقه میتن. وقتی که من
چرا به خانه موندی؟ حضرت عمر میگو یک چیزی را موندم. ابوبکر سر به پیامبر صلی الله علیه و آله چه موندی؟ میگو رضای الله و رسول الله را، کل چیز مرا در راه الله، یعنی این قدر حریص بوده فسبق در راه الخیرات. فسبق الخیرات بودین. و این که قرآن هم میگو که فسبق الخیرات، شما بشه تا به صدقات و خیرات در روز قیامت با این اهمیت و جایگاه عزیز او را. ما حالا برای مسلمان ها و برای تمام سرمایه دارای عزیز خود میگیم که برادرای عزیز، لذتی من داریتون او همه چشه که امی حکم در رمضان برای کت صدقات و خیرات کمک بگود به حد و توانی که داری، مساکین فقرا را دستش بگی. باز به روز قیامت ایایی که نمی کنن با پشیمان میشن. آیت مبارکه است که به پروردگار جل جلاله او اینا میگویند که پروردگارا، اگر مرا مهلت بدی، وقت بدی، من دیگر دوباره به دنیا بر بگردم، لاصدق و کم من الصالحین، کل مال خود صدقه میکنم و از جمله صالحا میشم. بیادر قرآن میاله برات میگو که داکرت پشیمانی میکنی، از کل سرمایه و ثروتت پشیمانی میکنی که چرا در راه الله صدقه نکردم. حالا ما به تو میگیم که عمل صدقه کو از جمله صالحا باش تا در روز قیامت پشیمانی نکنی. و قرآن کریم هم که میگو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، فی سبیل الله، کسایی که مال خود در راه خدا خرج میکنن، در راه جهاد، در راه مکاتب، در راه مدارس، در راه مساجد، برای چای عمیق، برای دارلیتام ها، برای یتیما، برای فقرا، برای مساکین، کلش شامل است. کل فی سبیل الله که مثل حبه مانه نمو دانه ای است که انبتت سبع سنابل برایانت هفت خوشه و فی کل سنبله ده هفت خوشه میاد تو حبه، صد دانه باشه. والله یضاعف، خداوند چند برابر میکنه نسبت به اخلاص. والله واسع، خدا بسیار فراخ است، بسیار فراخیت نصیب تو آدم میکند. به این مالت نناس، اگه خداوند قدرت داره و وسعت داره که دیگه هم متوبت. والله واسع علیم، خداوند بسیار فراخ از رحمت و علیم ذات داناست. از تو میفهمه که تو می صدقه به خاطر خدا کدی یا به خاطر ریا. از تو میفهمه در قدم نخست صدقه ده ان نیت خدا پاک، فقط به خاطر رضای الله. آیت دیگه میگه الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسایی که مالای خود در راه پروردگار جل جلاله خرج میکنن، ثم لا یتبعون، از پای از اون نمیرن، منت گذاری نمیکنن. ما انفقوا آنچه که نفقه کردن منن، ای بسیار خطرناک است. کل مال تا صدقه کنی بالای کسی که صدقه کنی، اگر منت گذاری بکنی کلش باطل است، کلش از بین میره، ریا میشه، ریا شرک کفیت. از این آلت خدا نکنه. پروردگار چه میگه؟ ولا عذاب، ضرر هم نرسان با کسی که صدقه میتی، سخن ازش نگو، درش نگو، دشنام نتی، تهدید نکو، سخن زیبای تا بگو برش. ولا ازا زرر نرسان لهم اجرهم عند ربهم، او مصدق، او صدقه دهنده، به شما میگو اجر مزد پاداشتون در نزد پروردگارت. ولا خوف علیهم، ای ترس بالایت نیست، ولا هم یحزنون، نه غمگین هستی نه ترس داری. زمانی که الله به تو مال داد و از این مال زکاتش دادی، صدقات کردی، خیرات کردی، فی سبیل الله کردی، بنده صالح بودی، چرا از نزد مرگ میترسی نه از آخرت؟ چرا تو آماده شدی؟ تو قربانی دادی؟ تو کسی که جهاد کردی در راه الله، مالت هم دادی، جانت هم دادی، صدقه هم کردی، خیرات هم کردی؟ خداوند میگو که غم هم نداشته باش، اندوه هم نداشته باش، خوف هم نداشته باش، یعنی خدا با تو است، یعنی الله از تو راضی است. و قرآن کریم میگو قول معروف، سخن زیبا، سخن زیبای زیبا خیر من صدقت، بهتر است از او صدقه یتباها که در تعقیب از او بیایی ازا اذیت. والله غنی حلیم، خدا ذات بی پرواز بردبار است، از این تو صدقه را دوست نداره. بین که ما مساکین داریم، ما سوالگرا داریم، اولی که یک تعداد سوالگرایی که اگر سوال واقعا نیاز ندارن سوال میکنن، خب بسیار گناه عظیم است. به روز قیامت میگه کسی که نیاز به سوال کردن نداره، زندگی داره، خانه داره، ارگاه بارگاه میچره، این کسب خود جور کرده است، ناسپاس است. به روز قیامت دمی چیره و روی ازی میگو گوشت نمی باشد. وقتی که میخیزه اینا از الله ترس کنن، ما تا بتانیم صدقات اساسی را برای مسکین و فقیر اساسی را تفکیک کنیم، برای از او برسانیم. دومی که بسا مسلمان های از که جوان و پیر نداره، اگر سوال میکنه نسبت به امی آیت مبارک، از عموم برادرای مسلمان مرتدین و خدا ترس خود خواهش میکنم که سوالگرها را قهر نشه، غضب نشه، تهدید نکنین، سخن زشت برشان نگوین، الله خفه میشن. الله میگو قول معروف، ای سخن نیک، سخن زیبا، سخن شیرین، سخن شایسته، سزاواریست که تو بگو. بیادر الله برات بته، ما ندارم، الله برات بته، الله مشکلت حل کنه، الله به دادت برسه، الله چون ذات غنی است تو را غنی بگردانه. ای تو بهتر است که از این قول استفاده کنیم، از این قول که برو گم شو، الا خدا گم کو، تو مرا دیدی، دروازه مرا دیدی، چرا پشت من میای دیگه نبینم؟ اگر دیده بودم او نه صدقه چون نه خیرات چون اینقدر کسی و قلب شدی که کل چیزت برهم زدی. و اما سائل فلا تقهر، بالای سائل قهر نکو،
سائل نوازش بده، سائل بگو بجم چه مشکل داری، اصل مشکلش پیدا بکن، اصل مشکلش پیدا بکن، میتونی در غم و در مشکلش شریک شو، همدردی بکن که لذت ببری از ایمانداریت، لذت ببری از محبتت با خدا و با دین و با قرآن و با شریعت. راه رسیدن به خدا و با آخرت و به جنت امی است، راه رسیدن به جنت امی است. ما مال خود در راه الله صدقه کنیم، دل مساکین فقرا را به دست بیاریم، زبان گنا را آوردیم، الله متعال از ما راضی است. اما حدیث قدسی نیست، الله تعالی میگه که گشنه شدم برای من طعام ندادی، ای تو که رب العالمین هستی چگونه به تو طعام بدم؟ فلان بندگکم گشنه نبود، فلان بندیم محتاج و بیچاره نبود، اگر تو را کمک میکردی، اگر تو بر از او غذا میدادی، نان میدادی، انفاق میکردی به او، تو در حقیقت بر ما داده بود. تشکر، بخیر و سلامت باشین. سلامت. خب دوستای عزیز، در این قسمت از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. تمنای همراهی شما عزیزان را دارم. باز هم خوش آمدید. ادامه برنامه سفره بهشت را از تلویزیون چراغ بیننده هستید. دوستان عزیز، موضوع مورد بحث ما در رابطه با انفاق و صدقات فی سبیل الله هست و مولوی صاحب عبدالرحیم ایوبی امروز مهمان ماست. امیدوار هستم که صحبتهایی را که جناب استاد قبل از وقفه به شما گفتن استفاده کرده باشین. خب استاد، ادامه میتیم به موضوع. یک چیزی که بسیار مهم است، شما قبلا یک نکته مختصر اشاره داشتین. یک تعداد مردمی هستند، اونا از نظر چهره و قواره تندرست معلوم میشن، سنشان هم جوان هستند، ولی باز هم ببینید که در شهر و بازار و سرک ها و اطراف جایی که مزدحم و بیروبار میباشد میروان و دست خدا دراز میکنن به دیگرا و درخواست کمک میکنن. بعدم کسایی که کمک کننده است، اونا میگه که خود جوان هستی یا صحتمند است، چرا کار نمیکنی یا چرا همت نمیکنی؟ آیا جواب دادن به شکل از نظر شرع روا است؟ تشکر. نسبت به امید دو آیت قرآن کریم را دلیل میگیریم، یکی و مسائل فلا تقهر و مسائل فلا تنهر، بالای سوال کننده صدایت بلند نکو، بالای سوال کننده قهر نشو و قول معروف وگو. عموما این آیات ما را درس میده که برادر، اگر تو صدقه انفاقی داری بده، اگر نداری ولو که زینی اسب شما مستلاس، تو کار نداری که برای ازی بگویی اگر که چه مستحقم نباشه، اگر چه که مستحقم نباشه، حق قهر کردن و حق تهدید نداریم، بگذاریم به خودش. خود شخص گیرنده و سوال کننده به تعلق میگیره به ایمانداری و وجدانی از او. اگر واقعا نیازمند نیست، خود ترک بکنه چون این حرفه را، بگذارد که بر روز قیامت در پیش الله که بابه با مو ناخونای خود روی گوشت روی خود پرت بکنه و بگه این کسی است که در دنیا عزت نداشت، همواره به گدایگری و سوالگری عادت داشت. این آدم ترک کنه، توبه بکنه و الله رجوع بکنه. الله ذات به نیاز است، الله مشکلش حل میکنه. و عموم مسلمان ها را امید پیام آیت نیست که قول معروف، قول معروف بهتر است، سخن نیک بهتر است. چرا؟ این فرمان خداست. خدا اجازه تهدید نداده، اجازه زجر نداده، اجازه همه کردم که برو کار کن، برو زحمت بکش، حالا چرا کار نمیکنی؟ تنه تسی کو قواره تس، تو چه خبر داری؟ شاید تکلیف قلب داشته باشه، شاید تکلیف گرده داشته باشه، شاید تکلیف داخلی داشته باشه، شاید شاید کار نمیکنه، شاید کار پیدا نکنه، شاید مشکلاتی هست در جامعه. مشکلات بسیار زیاد است، ما میبینیم مشکلات زیادی است در مملکتی که حدود خدا تطبیق نشه، قوانین اسلام نباشه، اونجا مشکلات زیاد می باشد. مشکلات زیاد می باشد، مشکلاتش در اینجا است. بنابرای این خاطر، بنابرای دلائل شریعت که الله و پیغمبر هم قار نشه، از ما خفه نشه و شریعت و دین ما ما را گفته که نوازشش بود. سخن نیک تا بگو، الله برات بده، خلاص دیگه زیاد نگو، الله برات بده، الله مشکل تا حل کنه برادر. من ندارم چیزی در اختیارم نیست کمکت بکنم، الله مشکل همه ما را حل کنه. قول معروف هم است، سخن زیبا برش بگو یا بگذاردش. تشکر. خب استاد، که موضوع انفاق و صدقات است و در این برنامه سفره بهشتم که ما شما امی لحظه قرار داریم و دوستا بیننده هستن، طوری که مگه شاید هستن، هر شب در این برنامه ما یک تن از خانواده مستحقین و فقرا را می داشته باشیم و در تشخیص فقرا ما از نهایت تلاش خود کار می گیریم که فقیرتر انتخاب کنیم، کسایی که مثلا به امشب خود شاید یک چیز نداشتن که امروز افطار کنن،
اطفال یتیم، بی سرپرست، بی وسنان. یعنی در مجموع پل ارتباطی خوبی بین فقرا و اغنیا است این برنامه. در مجموع قبلا شما اشارات را داشتین، ولی امروز ببینیم که از ارشادات اسلام، ارشادات دین ما به ثروتمندا، به اهل خیر، به کسایی که حالا نیاز نیست همه ما ثروتمند باشیم، همگی ما در حد توان خود چی هسته که باید در همچه برنامه سهم بگیرن و فقرا را کمک کنن، واقعا کسایی که جمعی حالت زندگیشان بسیار خراب می باشد. ارشادات دین در مورد چی است؟ خب قرآن کریم دیگه میگه که ای الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون. ای آیت در انتباط انفاق صدا میکند سر عموما سرمایه دارا و پیسه دارا، سر عموما کسایی که وسط توان خیرات دارن. یا الذین آمنوا یعنی ای مسلمان، اینجا نگفته از کافر صدقه را تقاضا نکرده، به کافر صدقه ارزش نداره، به فاسق صدقه ارزش نداره، به دین بدین صدقه ارزش نداره که صدقات بکنه، نه به دین معتقد است نه عمل کرده دینی داره. کلمه آمنو میگذارد که ای کسی که تو ایمان به الله داری، ایمان به روز آخرت داری، ایمان به کتاب داری، ایمان به ملائکه داری، ایمان به پیامبران داری، اگر میخوای که ایمان داری تا ثابت بکنی به روز قیامت، انفق مما رزقناکم، نفقه بگو، خرج بکن آنچه که ما به تو دادیم، به تو دادیم، ما دادیم، تو هیچ کاری نبودی. الله میگه ما دادیم، ما این ثروت ما دادیم، این مقام شان و شوکت و دنیایی را ما برات دادیم، که این مغرور نشو، این را بازو از پیشت میگیریم، این زود از پیشت میره، معقد داده است، تا معبد نبوده، معقد در دنیا است. وقتی که دستور خداست تمام سرمایه دارا و پیسه دارا لبیک بگویه به کلام، این برنامه را تقویه بکنه، این برنامه را حتی عاجد دو طلبانه باید سرمایه دار با 2 بوجی، با 20 بوجی، با 50 بوجی آرد خود در تلویزیون به از کارمندای تلویزیون، از برنامه شما سپاسگزاری و تشکری بکنه، بگویه که به خاطر رضای الله در توان بود ایگه که آوردم شما، اما مستحقترین مردم مساکین و فقرا را دعوت میکنی از این آردا و از این مواد برشان برسانید. اینه پروردگار وقتی که میگه اینا اگر این کار در این ماه مبارک رمضان میکنن، در حقیقت در مالشان افزوده میشه، در حقیقت مالشان نه اختطاف میشن، نه دوز میشن، نه دوز میبرن، نه مرض میه، نه آفت میه. همین کسی که یک دفعه ببی که بدر گاز انفجار کرد، یک تجارت خانه ببی که چند تاش در گرفت، برو پرسان کن، میگو در راه خدا رپی یا صدقه نمیکنن. آفت های بلا و زمینی و آسمانی را از مال ما چه حفظ میکنن؟ همین صدقات و خیراتی که ما در راه الله میتیم، قهر الله را دفع میکنن، قهر الله از صدقه تو تطفی و قدر بر صدقه دادن غضب پروردگار را دور میکنن. نکته دوم که در ملت غضب خدا واقعا زیاد است، کشت و خون و بدبختی زیاد است. اگر در ماه مبارک رمضان تمام تجار ملی و بین المللی و سرمایه دارای معززین ما بخواهند که غضب پروردگار هم دور شود و از شر دشمنای از این مملکت ما به امن شیم، امی صدقات را واد بدیم، امی صدقات خود به پروردگار پیش کنیم که یا الله به حرمت امی صدقاتی که در راه الله کردیم، در راه تو کردیم، توی را قبول کردیم، ملت ما را نجات بده. انشاءالله امیدواری است که ملت ما نجات پیدا کنه. تشکر. خوب استاد، کاری را که ما میکنیم هدف خاص رضای خدا متعال است و یکی فقره اصلی تشخیص شود، به خاطر اینکه کسی از ما سپاس و شکران تشکری کنه، ان شاء الله تو هدف نیست، هدف هم میگه ما شما کمک فقرا هستن، ولی از هر وسیله ممکن باید استفاده کنیم تو فقرا حداقل در رمضان یک مقدار کمک برشان شود. تشکر. و استاد در رابطه با آیت بر بگردیم، اما گروهی که مستحق گرفتن صدقات هستند، در مجموع زکات خو مو 8 گروه قرآن معرفی میکند، 7 گروه 8 گروهی که هستند، آیا این قاعده در صدقات هم شامل هستند؟ خب اما عین قاعده در صدقات است، پروردگار تعیین کرده است که نما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين وعابر السبيل، و همه را شامل است. صدقه را برای مساکین بده، تفکیک و فرد کردن که مسکین ما پیدا بکنیم، فقیر پیدا بکنیم، اگر مسافر از در یک مملکت آمده، اینجا مسافر است، از جای آمده است مسافر است، عموما معیوبین مسکین هستند، معیوبا هستند که بیچاره کار کردن نمیتونن، توان کاری ندارن، و کسای دیگری هستند شامل ازی که اما دست و پا جور کار پیدا نمیکنن، سواد نداره، جا وظیفه نداره، بسر چوک مینه کار نیست، مشکلات اقتصادی زیاد داره، خانه کرایه داره،
مشکلات بسیار زیاد متحمل میشه بیچاره. بله عموما صدقات به همین کسانی که قرآن تعیین کرده به همین مردم داده شود، بسیار در صدقات جستجو شود که اهل صدقه پیدا شود. و از عموم مسلمان ها ما میره خواهش میکنیم که برادر اهل صدقه نیستی، خدا به اهل صدقه پیش نگو. حال مشکلی است که در این ملت در یک ساحه و منطقه ما 50 نفر یا 100 نفر شامل صدقه میسازیم، از بسا کمک ها که ببریم کلیم مردم رجوع میکنه. کسی که خانه شخصی هم داره، 3 منزل خانه هم داره، محترم زیر پاش است، یا قناعت نفسش نداره، یا میدوه به یا من او یک بته، کس دیگر معرفی یا میکنه، میدوه به من بته، یا کس دیگر میاره. خلاصه راسازی و چاسازی است. از الله بترسیم، صدقه را به اهلش بسپاریم، صدقه را به اهلش برسانیم. برنامه شما واقعا برنامه زیبا هست. تشکر از تلویزیون شما، از کارکنان شما، از همه سپاسگزاری و تشکری میکنیم. این برنامه تان انشاءالله موفق است، انشاءالله در دل مردم جا داره. واقعا هر رسانه یک پیام دینی، یک مسائل دینی را که در خود داشته باشه، و به خاطر تشویق و ترغیب مسلمان ها انشاءالله مسلمان ها متوجه میشن، رو میارن. و یکی همی کارکردهایی که شما انجام میدید فی سبیل الله در راه خداست، مستحق پیدا میکنه، پیدا میکنه درد دل آدم، او رو کمک میکنه. هم پیسه که کسی میته 100% مطمئن است که پیسهش به هدف جای صدقش به هدفش رسید. اون که از خانش برآمد الله قبول میکنه. ای که به اهلش میسپاره این بسیار زیاد. شما که یک پلی هستی بین مردم و بین تجار و بین مساکین فقرا، حدیث مبارک که من دل الله خیری که فایلی، چنانچه که ثواب و فضیلت و عظمتی که برای امو کسی که صدقه میته به او است، توی که در برنامه ششتی، برادری که به پشت دستگاه فیلن ششت است، او برادر و تا تلوزن تا همه ایتان شامل عزیز است، گویا که شما از خود داده باشید صدقه را. خب استاد، یک موضوع بسیار مهم و مرتبط به این موضوع، حالا فرض کنیم صدقات هم نمی کنن. یا اگر می کنن دستشان بسته هستن. میبینیم با آمدن ماه مبارک رمضان در شهر کابل، نرخ مواد خوراکی و اجناس در مجموع 2 برابر، 3 برابر، نیم برابر اصل قیمتش در غیر رمضان بلند میرود. چرا واقعا ای جای تاسف است؟ به واسه که رمضان تجارت بالای متعال است، تجار ما نرخ را پایین بره که مردم روزه میگیره، کاروبار نیست، مشکلات است، برعکس بالا میرود. دیدگاه شریعت، دیدگاه شریعتی از یک حدیث است. پیامبر اسلام میگو من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. بله، کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره عزت کنه مهمان خدا. یکی مهمان است که ما در خانه ما مهمان میآیه، او را عزت میکنیم، قدر میکنیم، خوشنود میره. بزرگترین مهمان ما چی است؟ ماه مبارک رمضان. تجار ملی محترم، والله که در پیسشون نه خیر است نه برکت است. اگر به امین نیت مال میاره در رمضان، او را نگاه میکنه رمضان سر مردم مساکین و فقرا قیمت میکنه، انتظاری باشه که آفت به مالش میرسه، ضرر به مالش میرسه، خیر در مالش نیست، خیر در برکت نیست، برکت در مالش نیست، حتی در عمر نیست، حتی در اولادش نیست. بله، از این بترسیم. احتکار یک برنامه بسیار جنبه شرعی است که احتکار خودش گناه کبیر است. بله، و کسانی که محتکر هستند، احتکار کننده هستند، در نزد خدا تو ارزش نداره. که عملشون قابل قدر نیست. احتکار احتکار مردود چه خود قیمت فروشی از دین اسلام. خود قیمت فروشی، خود قبل فاحش در شریعت جواز نداره، حرام است. قبل فاحش همی است که یک مال میاری با قیمت بسیار بالا و غذا برای مسلمان که احتیاج و محتاج است بر از او به فروش میرسانی. خود در مملکتی که حدود خدا نباشه، قانون خدا نباشه، حد شریعت نباشه، از او ما تو چه گله کنیم؟ یارب چیزی که کنترل میکنه نظام اسلام است. هر وقت که مملکت 100% نظام اسلامی بود، این توقع میره که کنترل بی باید چه کنترل شاروالی باشه، کنترل مارکت باشه، کنترل تجار ملی باشه. مسئولیت هایی هست که هرکر در قبال مسئولیت خود متوجه است که بتر بشه. خوب برادر، در قزاقستان و ازبکستان ما واقعا یک قصه عجیب و غریب، قزاقستانی ها میگه که تجاره شما ظالم است. میگم چرا؟ میگه یک وجه آرد از پیش ما میخرن 700 افغانی تا به افغانستان که میرسانند سر اولاد خود و سر بچه کاکا و عمک و عودر و عودر تاده خود من روچنش عبدازد. این چه قسم مسلمانی است؟ باور بگو قزاقی خود چی تو قسم میکنن؟ میگه چه قسم است؟ واقعا تجار ما اگر سری ملت رحم بکنن و دولت سری ملت رحم بکنه، بای کنترل بکنه، هر کس که همون ماش کافی خود میتونه روزگار خود پیش ببره. اما مشکلی از یک بودجه آرد در می ماه مبارک رمضان 1800 افغانی شده است و یک مزدورکار یا نفر شاروالی 5000 ماش داره. چه قید کرا بتا، چه قید زیر برق بتا، چه قید او بخره، چه قید زیر آرد بخره، چه قید روغن بیا. این ای پیام با کل ملت میگیم که او ملت،
او سرمایه‌دار، او قدرتدار، او وکیل و وزیر. یک دفعه قضاوت بکن که می 5000 6000 افغانی ماشه که 5 نفر 6 نفر عیال خود چه قسم بکنه. تو یک ساعت رفتن دختر تا مکتب یا بچه چقدر مصرف داره که تیل موترش و رفتنش آمدنش چقدر است و چرا سری ملت ظلم روان است و ظلم را خدا وادار نداشته است. از این دست برداریم، از الله بترسیم. در دیگه دنیا، در دیگه ممالک اسلامی ماه رمضان که ظاهر میشه تجار مال خود میکشه به تن پیسه که آمد است. فکر کن که دیگر روز 500 افغانی بوجی آرد قیمت بوده 1500 بوده، میگه ما 500 فایده داشتم، فایده خود لغو میکنه 1000 افغانی به تن پیسه میفروش. در کل کشورهای اسلامی همی است. این کشوری که نامت اسلام است، نامت مسلمان است، تجار محترم، تو مال تا در ماه مبارک رمضان اگر به حدیث پیغمبر عمل میکنی که همدردی مواسط داری با این ملت، از تو خواهش میکنیم که تا فایده در رمضان بگذر، فایده تا در سر ملت، سر مردمت 11 ماه فایده گرفتی از این ملت، از این ملت گرفتی، همین ملت مال تو را خرید. اما در یک ماهی که در این ملت ماه رمضان میاد، تو باید صدا بکن که من تجار فلان تجار هستم و تمام مالی که ما آوردیم به عرضه میرسانم، به مارکتم، به فلان جای بی سر پیسش میگیرم، فایده نمیگیرم. ببین که دیگه سال الله در مال تو چه برکت میبرده، چه فیضات الله نصیبت میکنه. یک به عنوان آخرین سوال، بیشتر اشاره کردن که نظام یا حدود الهی تطبیق نمیشن، مشکلات ما است. خب به هر حال از مجموع نظام میگذریم که بحث بزرگ از برنامه است، اما در جامعه خود قریه و قریهجات و جایی که ما شما زندگی میکنن، رسالت علما، اندیشمندان، روشنفکران، کسایی که در روشنی آیات و قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله قرار دارد چی است؟ در مبارک رمضان چطور برنامه را برگزار کنه که بتونن پای امی تجار ثروتمندار با برنامه بکشانن تا اینا را قناعت بده و از لحاظ روحی و ایمانی اینا را یک مقدار قوی بسازن؟ اول باید صداقت را مراعات شود که تاجر ملی صداقتش سری مردم ثابت شود که کسی کمک میبره برای مردم اهلش مسپاره، برای اهلش مسپاره. ارگو من متعقن هستم تاجری که متعقن شود، ثابت شود برش، مثل امو پیشتر که یاد که دیاسم صاحب اونمو هر سال نفرای نخبه که داره میته صدقات خودن امو تو مستقیم میبرن به اهلش میرسانن، مسپارن، تسلیم میکنن، او هم مطمئن است و در راه الله صدقه قدر روان است میته. همینطور از عموم علما و مردم ای است که اول صداقت خدا حفظ کنند، صدقه که به اهلش قرآن تعیین کنه به او باید داده شود. خیشخوری نشه، قو پرستی نشه که خیش ما است، بچه کاکای ما است، او در ما است، فلان فلان به ای باید بتم. نه، از این گپا جلوگیری شوه، جلب توجه امو صدقه دهنده یا امو تاجر که بفهمه که می پول و پیسه ما به هدف میره، به جاش میره، او انسان انشاءالله که او آن صرفت و محبت زیاد میشه به ایران. حالا ما مسئولیت دارند که در منابر، در روزای جمعه، در حلقات درسی بگویند که او مردم، کسی که اهل صدقه است امور معرفی بکنه یک جا تا مستحق شود، تا با او هم درد هم دردی صورت بگیره، و کسی که اهل صدقه نیست از الله بترسه، کارو بکنیم، دعوت بکنیم. ما میاره اگر شما به روز جمعه کدام برنامه ثبت بکنید میشه به مسجد ما تشریف بیارین، ببینین چه یک نظامی داریم. درس تجوید ما علاید است، درس ترجمه ما علاید است، درس حدیث علاید است. مردمی که مثلا کمیسیون های موظف است که اگر از جای کمک میه بکه باید داده شود بر عموم مساکین و فقرا. انشاءالله یکی از فقرایی که ما داریم که معیوب هم است، هیچ کارم نداره، 5-6 تا اولاد داره، بسیار مشکلات داره. اگر در یکی از برنامه تان یکی از روزا بخواهی که ما او را معرفی بکنم، بیا دردای دل از او را بشنوین، ببینین واقعا واقعا جای ازی است که جگر انسان به سار خون می شود. اما اگر امید تجاری که در این مملکت روان است واقعا در راه الله صدقه بکنه، ما نه فقیر می داشته باشیم، نه مسکین، نه مشکلات می داشته باشیم. اینا دست باز داشته باشند در صدقه و صدقه گیرندگان، اون کسی که اهلش از خود پیش کنه که برش برسه. در اخیر استاد تشکر از اینکه به برنامه حضور پیدا کردین. پیام شما رو بسیار کوتاه و مختصر می شنیم. پیام ما برای تمام تجار ملی و بین المللی همی است که مملکت ما مشکلات اقتصادی زیاد دارد، دست فقرا و مساکین بگیرند، دست یتیما و بینوا را بگیرند. در وقت اخیر این مملکت، در وقتهای اخیر سال 99 ما بسیار یتیما داریم، بسیار ملت شهید داد، طرف داد، در هر جا در انتحار انفجار. او یتیمایی که امروز لقمه نان ندارن، نان خدا با او یتیما شریک بسازن و او یتیما را نوازش بتن به هر طریقی که میشه. یتیما را دست رحمت بالایشان بکشن، دست خیر، تا او یتیما احساس بی پدر بودن در ماه مبارک رمضان، تاییدی که پیش رو داریم، احساس بی پدر بودن نکنن، بفهمن که اگر پدری نبود کسی دیگری به ما پدر شد. تشکر است. تشکر از برنامه حضور پیدا کردین. بخیر باشه. سلامت باشین. خب دوستای عزیز، امیدوار هستم که شما هم از صحبت های جناب استاد که نکات بسیار مهم و ارزشمند
همونطور صحبت های عامیانه ای که از اون جامعه ما شما بود ارائه کردن استفاده کرده باشین. قسمت اخیر برنامه طبق معمول یک تن از خانواده فقرا و مستقین با خود می داشته باشیم. در این قسمت از برنامه یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. قسمت اخیر برنامه را فراموش نکنید. باز هم خوش آمدید. در آخرین دقایق هفتمین روز ماه مبارک رمضان قرار داریم. طاعت عبادات همه تان قبول درگاه حق باشد. دوستای عزیز، در این لحظات قبولی دعا هسته. اوقاتی که دعا داری قبول میشد، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. خب، در این قسمت از برنامه طبق معمول یک تان را از خانواده مستقین و فقیر کشور خود با خود داریم. سلام مادر جان، وقتتان بخیر. خوش آمدید برنامه. تشکر از حضور یافتین. بخیر باشه. مادرت. تشکر. میشه شما بیشتر در رابطه با خودتان به ما بگین که کجا زندگی میکنین، در خانواده چند نفر هستین؟ بفرمایید. ما فعلا 7 نفر هستیم. در کارتی سخی خانی ماست. خانی شخصی نداریم، کرایستا. باورز داریم 1000 کرا میتون. 1000 افغانی. 1000 افغانی. دیگه خودم اینم مشکلات می نمیست که پیشینم بایی بشی و اینم گدایی و چسکو دیگه پیشای خانه وکیل بشی. این زندگی ما بی قسم. بچه ها که ماست صفی 7 مکتب است. از مکتب که میه باز که تی سنگی شوی میکنم امی کراچی گل پیدا میکنه گای نه. مردکه دیگه پودری سن چیزی که سامان خانه بود چیز کل فروخت در بدر خواب بسر ما موندیم. باور که کمیم شام از یک خانه بر ما دو تا بولی نگاه کم ما مرگا که باشتگاه تقسیم کردم خوردیم قرار دیگه شیشتیم به یاد خدا. دیگه دم ذکر خدا دو بای خداست که مورا خدا دیگه تو مورا از مشکلاتا بکشی. واقعا که سخت است و شنیدن از حرفا دردآور است. 7 عضو یک خانواده و 2 دانه بولانی که از طرف یک همسایشان آمده یک شب خود سپری میکنه. و ما شما میدانیم کسایی را داریم که در سر سفرهشان 7 قسم 8 قسم غذا میباشد. اما حدیث رسول الله است که مؤمن کامل نمیشه تا که از همسایه خود با خبر نباشیم. در جایی که شما زندگی میکنین همسایتون ثروتمند هستن، فقیر هستن، اونا از حال شما خبر دارن یا چه قسم؟ ایتا وقت بچه‌م که داشتی بخو که نه دیگه به خدای دزاری کن کد به کس رسیدگی کده نمیتونه. بله، هر کدما وره قد غرق است. تواناییش دارن که با شما کمک کنن؟ نه، او هم دیگه خوب هستن داد من کده فعلا او خوب هستن دیگه. فقیر ترین خودم هستم. بله. چشم شهر میگیره که بمسا برم که چیز بکنی. فعلا درآمد خانواده شما تنام یک بچه تان است که در شهر کراچی داره. کراچی داره، گای میشه گای نمیشه. خب اون مشکلات های شهر خود زیاد است. از مال مردکی ما دیگه امی پودری که دیگه امی روزگار ما زیاد خراب کرده. ما شما گفتین در خانواده 7 نفر است. دیگرانش دختره کنم است. دختره بله. زد خوشی مثلا دختره کاست. بله. دیگه او نتانیستن سر دو درس تعلیم کنه، نتانیم روزگار بد. این نیچ نمیتونم کده با او حکمه با او برستن قلم بدیم کاغذ بدیم نمیتونم. شما خودتون کدام مشکل تکلیف مریضی چیزی هم دارین؟ خودم فعلا نمیلی تکلیف میده دارم. چربی خودم بلند است. این می پایام قسمت پایام درد میگه. یک جای شیشتم پس خستن نمیتونم. عادت که فعلا آل نه این سال نه پارسال قصه پارسال بتون که کالو شوی میکردم فرشوی میکردم از مردم اونم آل این سال نمیتونم کارا را کرده نمیتونم. کسی که میگه برو در خانه پشت دو خانه وکیل بشی ددن مجد شیشتیم او کارا را کردیم دیگه آل فعلا او چیزا را نمیتونم کنم. و به خاطر تکلیف و مریضیتون به خاطر نبودی پیسه به دکتر مراجعه نکرد؟ نه 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 نمیتونم واسه ندارم. ما بوله که با مریضی خودم کنم طفلا چطور میشه. زندگی خوب نداریم، زیاد زندگی خراب داریم. بله. یعنی در کابل قد زندگی خرم نخواک فعلا از مستن. بله. پیامتون به ثروتمندا اهل خیر کسایی که توانایی دارن ندی اقل با شما کمک کنن چیز؟ نمیده بچه کنم نمیده. کدام پیام برشان نداره؟ نه بله. نمیده ایتا امید به او ندارم، امید به الله دارم دیگه. ماشاءالله. خدا ما شما را کمک کنه. آمین. تشکر. خدا خیر باشه. خب دوستای عزیز، واقعا که شهامت و همت
یکی از مادران قهرمان سرزمینم قابل تمجید هستم که مو توکل و عزم راسخش به خدای متعال بسیار قوی است و از بندایش کدام امید ندارد. اما این سبب از این نمیشد که ما این قشر از جامعه خود فراموش کنیم. اینا برای ما شما حق دارن. امیدوار هستم که بیننده عزیز هم با دیدن یا شنیدن صحبت های مادر جان یک مقدار حس درونی، حس ایمانیشان بیدار شده باشد و در قسمت کمک فقرا توجه بیشتر کنند. خوب جا دارد که من تشکری کنم از مارکت تجارتی پروان و همچنان کلینیک خیریه دریچه صحت که برای برنامه امشب یک کارت بیمه صحی است که میتونید شب خانه تا یک سال انشاءالله تداویتون به صورت رایگان صورت بگیرد و همچنان با توسط از این کارت میتونند که چندین قلم مواد غذایی دریافت کنین. برگ سبز تحفه درویش، اگر چیزی کم است امیدوار هستم که یک مقدمه به خاطر بهتر شدن زندگیتان باشد. بخیر باشین. تشکر از شما هم که به برنامه حضور پیدا کردین. خب دوستای عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیم شما اجرا کردیم. امیدوار هستم که از محتویات برنامه استفاده کرده باشین. لحظات قبولی دعا است ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. میریم از آمشان با افق قبول با هم یک جا میشنیم. افطار خوش داشته باشید.